برگزاری بازی‌های المپیک از دیدگاه بسیاری از مردم دنیا میتونه یه نقطه عطف بسیار مهم برای شهر میزبان و یا حتی اون کشور باشه. چرا که به واسطه برگزاری المپیک شهر میزبان فرصت اینو داره تا با استفاده از دریافت بودجه زیرساخت فیزیکی خودش رو توسعه بده و در عین حال سود اقتصادی زیادی رو هم از میزبانی رویداد به دست بیاره. پس به دست آوردن میزبانی المپیک میتونه فرصت شگفت‌انگیزی برای توسعه و رشد شهری باشه. اما با وجود تمامی این ویژگی‌های مثبت، طی دو دهه اخیر شهرهای خواهان میزبانی المپیک کمتر و کمتر شده. به طوری که برای المپیک 2004 11 شهر، 2008 10 شهر، 2012 9 شهر، 2016 7 شهر، 2020 5 شهر و برای المپیک 2024 تنها 2 شهر به دنبال میزبانی این رویداد بودند که در نهایت یکی از اونها میزبانی المپیک 2024 و دیگری هم میزبانی المپیک 2028 رو به دست آورد. که با نگاه به این روند این سوال پیش میاد که آیا واقعاً میزبانی از بازی‌های المپیک یک فرصت و یا یک تهدید فاجعه بار؟ به طور معمول میزبانی زبررویدادهای ورزشی رو به عنوان یک فرصت بزرگ ازش یاد میکنن، چرا که میتونه باعث توسعه فیزیکی شهر و باز تعریف برند اون شهر بشه و هزاران هزار گردشگر رو به سمت بخش‌های مختلف شهر بفرسته و توسعه اقتصادی رو هم برای اون شهر برمقام بیاره. و این نگاه مثبت صرفاً مربوط به شهروندان و یا مدیران شهری نیست، بلکه اگر به وبسایت کمیته بین‌المللی المپیک مراجعه کنید با یک واژه خاص مواجه میشید که بارها و بارها تکرار شده، واژه میراث. که خود کمیته بین‌المللی المپیک این واژه رو اینطوری تعریف میکنه: میراث المپیک شامل مزایای بلندمدتیه که این بازی‌ها برای شهر میزبان، مردم اون و جنبش المپیک در قبل، حین و مدت‌ها بعد از اجرای بازی‌ها ایجاد میکنه. اما آیا واقعاً واژه میراث معنای مثبتی داره؟ ما وقتی از میراث صحبت میکنیم معمولاً یک جنبه مثبتی تو ذهن متبادر میشه، یعنی همیشه فکر میکنیم خب یک ارثی که به یک کسی میرسه حتما چیز خوبیه دیگه. هیچ وقت کسی ذهنش سمت بدهکاری و هزینه نمیره، صحنه سمت در واقع دارایی میره. برای همین اون موقعی که از میراث شهری به طور آگاهانه در پژوهش استفاده شد، واقعا نیتشون همین بود. یعنی فکر میکنن که خب ما بازی یک سری روی یک ابررویدادی رو میزبانی میکنیم و خب طبعا این یک سری آثار مثبتی برای ما داره که اون ارثیه، که اون میراثیه که از این برگزاری به ما میرسه. و این اسم موند، یعنی این تعبیر همچنان مونده روی این آثار بازی ها. در حالی که امروز وقتی که شما پژوهش ها رو بررسی میکنید در حوزه تأثیرات ابررویدادها، میبینید که بیشترشون دارن تاکید میکنن نقاط منفی این میزبانی و خیلی این تناسبی با اون واژه میراث نداره، چون حداقل برای جامعه غیر متخصص وقتی شما از میراث صحبت میکنی ذهنش به سمت تبعات مثبت بازی ها میره، نه تبعات منفیش. اتفاقا این واژه میراث یا لگسی یه دستاویزیه برای سیاستمدارها، برای تصمیم گیرا و حتی برای خود کمیته های بین المللی مثل IOC، کمیته بین المللی المپیک، و اونها اتفاقا خیلی استفاده میکنن از این واژه لگسی، چون میدونن این بار مثبت داره و ترغیب میکنه شهروندان و در واقع آحاد مردم، توده های مردم رو که حمایت کنن از برگزاری بازی ها. در واقع با گذشت زمان و برگزاری دوره‌های مختلف بازی‌های المپیک این نکته مشخص شد که میزبانی از این بازی‌ها تماماً هم نتایج مثبتی رو به همراه نداره و نتایج منفی اون به مرور زمان و سال‌ها بعد از برگزاری بازی‌ها مشخص میشه. نتایجی که باعث به وجود آمدن اصطلاحی تحت عنوان فیل سفید شد. این مفهوم یک اصطلاح در حوزه برنامه‌ریزی شهریه که به پروژه‌های بزرگ قیاس معتبری میگن که در نهایت هزینه اونها خیلی بیشتر از سودشونه و بهره برداری و نگهداری از اون منجر به تحمیل یک بار مالی سنگین میشه. که برای درک بهتر این قضیه بیاید به بررسی چند نمونه از فیل‌های سفید المپیک شهر آتن بپردازیم. در جنوب شهر آتن استادیوم والیبال ساحلی وجود داره که برای المپیک سال 2004 ساخته شد. ورزشگاه 9000 نفری که هزینه ساخت اون چیزی نزدیک به 9 میلیون یورو بود،
اما بعد از پایان بازی‌های المپیک دیگه مورد استفاده قرار نگرفت و الان هم کاملا متروکه شده. و این اتفاق برای دو مجموعه ورزشی اوآکا و هلینیکان هم رخ داد. یعنی بعد از بازی‌های المپیک دیگه مورد استفاده قرار نگرفتند و بسته شدند. به همین خاطر و به دلیل هزینه‌های بالایی که این فیلدهای سفید در بلند مدت به وجود می‌آورند، بسیاری از شهرها تصمیم گرفتند که به سراغ میزبانی از المپیک نرند. چرا که هزینه ساخت و نگهداری از این زیرساخت‌ها به شدت بالا بود و در نهایت هم میزبانی از بازی‌ها سود آنچنانی رو بر ارمغان نمی‌آورد. حتی شهری مثل پاریس که میزبان المپیک 2024 شده تصمیم گرفته تا با استفاده از سازه‌های موقت هزینه‌های میزبانی از المپیک رو کاهش بده. پاریس الان اومده این قضیه رو میخواد جبران کنه. اینکه دارم میگم این اثرات اتفاق افتاده، مثلا گفته ما میخوایم یک سری سازه‌های موقتی در دل همون شهر بسازیم، یعنی که خیلی کم هزینه‌ن و تبدیل به فیل‌های سفید بزرگی نمیشن و بعد از بازی‌ها هم جمع میشن. مثلا ما میخوایم مسابقات والیبال ساحلی رو در کنار برج ایفل برگزار کنیم، اونجا ماسه هست، شن هست، یا ما حالا مثلا اونقدر که لازمه به استاندارد میرسونیم، بازی‌ها رو برگزار می‌کنیم، خیلی هم هزینه بر نیست، سازه‌های موقتی هم استفاده می‌کنیم مثل کانتینرها که بعداً میشه ازشون استفاده کرد در جاهای دیگه و بعدم جمع می‌کنیم. یعنی قرار نیست یک هزینه گزافی تحمیل بشه به شهر خارج از اون فرایند توسعه شهری. پاریس تو فرایندهای توسعه شهریش، حالا حتی اگر نگیم مکتوب، از نظر ذهنی این نگاه همیشه داشته که میزبانی بازی‌ها رو بگیره و این شهردارشون هم داشته. اولا که چندین دوره درخواست میزبانی داده بودن و نهایتا برای 2024 انتخاب شدن و چون در 1924 هم میزبان بازی‌ها بودن، این انتظار می‌رفت که در صدومین سالگرد این میزبانی دوباره میزبانی رو بگیرن. می‌خوام بگم این ذهنیت رو داشتن و از سال 2015-16 حالا این شهردار خانومی هم که اومد که خیلی ایده‌های جذاب و خوبی داشت برای افوردبل هاوزینگ، برای دوام مسکن قابل استطاعت و پیاده راهسازی، آرام آرام پاریس رو تغییر داد به سمت یک شهر همگیر، فراگیر، اینکلوسیو که همه اقشار جامعه بتونن بیان استفاده کنن با کمترین تحمیل هزینه. ولی بازم همچنان شما تو خبرها میبینید که یک سری مقاومت تو برخی محلات در برابر ساخت و سازها وجود داره. همین مقاومت و اعتراضات مدنی در قبال میزبانی از بازی‌های المپیک و عواقب منفی اون باعث شد تا برای میزبانی المپیک 2024 از 6 شهر داوطلب برای میزبانی 4 شهر انصراف بدن و تنها 2 شهر پاریس و لس آنجلس باقی بمونن و کمیته بین‌المللی المپیک هم برای اولین بار میزبان دو المپیک رو با هم انتخاب کرد، چرا که مطمئن نبود برای المپیک بعدی شهری داوطلب میشه. اما میزبانی از بازی‌ها همیشه هم نتایج منفی رو همراه نداشته، بلکه در سال 1992 در شهر بارسلون میزبانی از المپیک به همراه برنامه‌ریزی درست منجر به نتایجی شد که با گذشت 30 سال هنوز هم از این دوره به عنوان یکی از بهترین دوره‌ها یاد می‌کنند، جایی که با تفکری متفاوت و برنامه‌ریزی بهتر نتایج شگفت‌انگیزی رقم. یعنی اینها اومدن گفتن خب ما به جای اینکه بیایم بارسلون رو گسترش بدیم، بیایم از فضاهای مردمون استفاده کنیم، فضاهایی که قبلا یه موقعی صنعتی بوده الان رها شده، اتفاقی توش نمیفته، بیایم اینو استفاده کنیم، سازه هامون رو در واقع اونجا بسازیم، حتی این فضاهایی که برای سکونت ورزشکارها داریم طراحی میکنیم و جوری طراحی کنیم که بعدا بشه مثلا افوردبل هاوزینگ باشه یا حالا خونه های عادی شهری باشه. یعنی این آگاهی به وجود اومد که ما باید تو از این بستر برگزاری رویدادها استفاده کنیم برای اون چیزی که ما امروز بهش میگیم urban regeneration، بازآفرینی شهری. یعنی ما از urban transformation، urban development حتی با معنی اون توسعه فیزیکیش، urban expansion شاید بهترین توصیفش باشه، یه پارادایم شیفت داریم به سمت urban regeneration که از فرصت برگزاری بازی‌ها استفاده کردن برای بازآفرینی فضاهای موجود در دل شهرها. باورش سخته ولی همچنان بارسلون بهترین مدل این قضیه است بعد از حدود 40 سال، کمتر 30 سال، الان 30 ساله. به طور کلی میزبانی از رویدادهای ورزشی نتایج مثبت و منفی مختلفی رو در طول زمان از خودش نشون داد و این آگاهی رو ایجاد کرد که اگر برنامه‌ریزی درست و هدفمندی صورت نگیره،
در بلند مدت نه تنها سودی نداره، بلکه به مشکلات شهرها هم اضافه میکنه. که این مسائل مشکلات به وجود اومده شهر به شهر و حتی کشور به کشور هم متفاوته. که اگر علاقه دارید بیشتر در رابطه با این موضوع بدونید، میتونید به مستند سه قسمتی که ما به همراه دکتر حامد گوهری پور با عنوان تأثیر برگزاری بر رویدادهای ورزشی بر تغییر و توسعه شهری تهیه کردیم مراجعه کنید. جایی که ما با نگاهی عمیق‌تر به بررسی میزبانی بر رویدادهایی مثل المپیک و جام جهانی پرداختیم و در نهایت درس‌هایی رو برای شهرهای ایران ارائه دادیم. که لینکش رو در دیسکریپشن و بالای صفحه قرار میدم تا بتونید تماشا کنید. با ما همراه باشید و با معرفی ما به دوستان خودتون ما رو در این مسیر همراهی کنید.